سلام میکنم به روی ماهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدم در خدمتتون هستم با یه خوراک اسفناج به نام نرگسی یا چشم نرگسی یا گل در چمن که معرف حضور همه شما هست. چشم نرگسی رو معمولا جز میان وعده یا وعده شام استفاده میشه که فوق العاده مقوی و خوب هست و یه غذای نوستالژی و بسیار مفید. در خدمتتونم. این خوشگلا رو که میبینین اسفناجن. چه اسفناج محلی قشنگی بود. دیروز یه آقایی با ماشین اینا رو آورده بود دم در و میفروخت. بعد من تند چادر سر کردم و رفتم دم در و این اسفناج خوشگل خریدم. منتها دیگه غروب شده بود و شستنش توی حوض نقاشی رو نتونستم براتون بگیرم و دیگه مجبور شدم به خاطر اینکه خراب نشه بشورم و دیگه آمادش کنم. اینا رو آماده کردم برای اینکه تو این روز قشنگ آفتابی یه غذای خوشمزه درست کنم که با شما هم به اشتراک بذارم. ببین چقدر آسمون قشنگه. آره، من با اسفناج خیلی غذاها درست میکنم، خیلی زیاد خیلی زیاد. حالا باورتون نمیشه که هر وقت بخوام درست کنم دیگه دلم نمیاد، که باید حتما یه موقعی باشه که آقای حدادی بیاد خونه، حتی اگه شده گرسنه بمونه. آره، آماده کنیم و فیلمشو بگیره که برای شما بذارم کنار. خب دوستان، فعلا میبوسمتون. خب اینم از اسفناجای خرد شده که کامل خردشون کردم. البته دو تا از این سبدا بودا، منتها من زیاد اینا رو نگه نمیدارم، ولی خب میگم اینطوری هم که یه دفعه زیاد بخرم و خردشون میکنم، بعد یه کوچولو نمک میپاچم و بسته‌بندیشون میکنم میذارم داخل فریزر. منتها خیلی تونتون ازشون استفاده میکنم. برانی ماست درست میکنم، حالا همین غذایی که الان میخوام درست کنم و خیلی چیزای دیگه. خب حالا فعلا من میخوام از این خرد شده ها قبل از اینکه اضافه هاشو بذارم فریزر بریزم داخل این مایتابمون. عزیزم، من همه رو با چی میگن، با ساقه هاش خرد کردم. شما میتونید ساقه هاشو جدا کنین، ولی من جدا نمی کنم چون ساقه هاش خیلی گوشتی و به اصطلاح خوب خاصیت داره. بعدش هم اسفناج اینقدر آب میشه که و له میشه که اصلا دیگه پیدا نیست، مگر اینکه شما بخواید حالا به عنوان سالاد حالا برگاشو استفاده کنین یا یه بخار کوچولو بدین بخواید روی غذایی تزیین کنین، اون موقع دیگه فرق میکنه. ولی من اینکه میخوام داخل غذا بریزم و به اصطلاح پیدا نیست اصلا برام مهم نیست و ساقه‌هاش هم میریزم. مامانم خدا بیامرز میگفتیم که مامان مثلا این قسمتشو بگیر فلان، میگفت مادر مگه میخواد بره پشت ویترین. حالا یه ذره غذاها تشریفاتی شده. این مایتابه رو من یعنی تا اونجا که جا داره لب به لب از این اسفناج میریزم و میذارمش روی به اصطلاح گاز. خب اینجا ببینید به این حجم من اسفناج رو ریختم داخل مایتابه و یه کمی هم روش نمک میپاشم که رنگش رو از دست نده. در ضمن فریزری هم که میکنم من یه کم نمک روش رو میپاشم که سیاه نشه. بله، این از این. این یکم که به اصطلاح چی میگن بخار بکنه و آب بندازه میره پایین، پس بنابراین درش رو اینطوری میذارم روش که کامل بسته میشه. حالا این آب میندازه و میپزه، منتها وقتی که آب انداخت حرارتش رو زیاد میکنه.
که زود آبش به اصطلاح تموم بشه چون میخوام تفتش بدم. خب اینجا بریم سر بزنیم اسفناجمون ببینیم که در چه حاله. حسابی صدای آب انداختنش میاد. من یک کمی زیر و روش میکنم که خامیا بره زیر و یکم زودتر آب بندازه. به این شکل زیر و روش میکنم ولی همچنان درشو میذارم بمونه، به خاطر اینکه میخوام که کاملا پخته بشه درش باشه که با آب خودش بپزه. ریز خود را بمار. خب پس منتظر میمونیم. اسفناج آبش کشیده شد، به این شکل در اومد. حالا میریم دنبال بقیه ماجرا. اینجا یه پیاز بزرگ تقریبا دارم که خلالی میخوام خوردش کنم. شاید هم نگینی نگینی میشه، خلالی هم میشه. حالا من الان نگینی خوردش میکنم. پیازا رو که خوب کردیم میریزیم داخل یه کوچولو روغن و تفتش میدیم. پیازا این که به این مرحله رسید زردچوبه اضافه میکنم. زردچوبهش هم دل بخواهه، هر چقدر که دوست داره، ولی یه قاشق چای خوری من زدم. یه کوچولو هم نمک و فلفل سیاه. ببینیم مادر جون چی میگه. آقای عزیزی جونم بده من بنازم سر سرش بیسکویت گوشتم با چایی بخوره، میگه پیسیشو کجا بنازم. دیروز جای چیز سطل آشکال بهش یاد دادم ولی دوباره یاد. حریره زنجبیل داریم، حریره فلفل و حریره سیر. حریره سیر هم تقریبا یه قاشق غذاخوریه، حریره زنجبیل هم یه قاشق مرباخوریه و حریره فلفل هم یه قاشق چایخوری خیلی کوچیک، به خاطر اینکه مادر جون نباید خیلی غذای تون بخوره. اینا رو می‌ریزیم داخلش و تفت می‌دیم. اصلاً که پخته بودیم دوباره می‌ذارم روی حرارت و این مخلوط پیاز و ادویه‌ها رو بهش اضافه میکنم و ادامه تفت دادن رو با اسفناج انجام میدیم که حسابی چیز بشه، تفت بخوره. بعد درش هم میذارم که پیازا هم یه مقدار بخور پز بشه. اینجا پیازا، ادویه هامون همه با اسفناج قشنگ نرم شدن و تفت خوردن. حالا میریم که مرحله آخر تخم مرغش رو بندازیم. تخم مرغ رو به تعداد نفرات دوست داشته باشیم میندازیم. من الان تقریبا 5 تا فکر کنم بس بشه. نه 5 تا دونه میندازم. حالا چجوری میندازم؟ اول میام اینو پخشش میکنم، این حالت جاهای تخم مرغ رو خالی میکنم، بعد تخم مرغ رو تو این قسمت هایی که خالی کردم میندازم. به خاطر همینه که اسمش نرگسیه، یعنی اینکه عین گل نرگس میشه. چش نرگسی هم میگن، نرگسی تنها هم میگن، بعضیا میگن گل در چمن. حالا اسمای زیادی داره. خب تو این قسمت ها من الان تخم مرغ میندازم. خب تخم مرغ رو اینطوری تکی تکی میندازیم داخل این حفره ها. آخرش حالا در ظرف رو میذاریم که تخم مرغ به همین شکل ببنده. خب اینجا ما چند تا نارنج داریم که این غذا چاشنیش، بهترین چاشنیش نارنجه. حالا هر نوع ترشی دیگه هم داشته باشین میتونید در کنارش استفاده بکنیم، ولی با نارنج فراوون معرکه میشه. دوستان خوبم، میخواستم که به عنوان میان برنامه از چند تن از دوستانمون که همیشه برامون کامنت های پرمهر میذارن نام ببرم و تشکر بکنم و دوست داشتم که
این نام های زیبا رو با شما هم به اشتراک بذارم، همونطور که جلسه قبل این کار کردیم. فقط یه نکته هست، میخواستم بهتون بگم که برنامه های ما، چون من نوشهر هستم شمال، برنامه آماده میشه بعد فرستاده میشه تهران، اونجا ادیت میشه، میره انزلی، اونجا تایید میشه، بعد از دوستانم که تو انزلی هستم میفرستم برای یوتیوب. و اینکه یه مسیر به اصطلاح یه پروسه طولانی رو ما توی این مسیر داریم و باعث میشه که من نتونم که مثلا برنامه ها رو طوری تنظیم بکنم که پیام مال مثلا برنامه قبلی باشه. اینی که توی صحبتام شاید از برنامه های مختلف یاد بکنم و اینکه به هر حال این مشکل کاری ماست و کارش هم نمیشه کرد. گفتم که در جریان باشید. خب میریم سراغ دوستان عزیزم که خیلی خودم دوست داشتم که اسمشون رو بگم. از آلمان شهین جون عزیز، همایون عزیزمون از هامبورگ و همسرشون که خیلی لطف دارن، خانم دهنوی عزیز، معصومه جون و دختر نازنینشون زهرا خانم از برلین، نسرین قاسمی از کانادا، ویولت عزیز از تورنتو، مهوش خانم از ونکوور و ندا توکلی از کانادا. از آمریکا داریم دوستانمون رو، عارفه کامیاب پور از لس آنجلس سلام میکنم خدمتشون، شهلای عزیز، شهلا آبتین از کالیفرنیا، خانم مهین آسیابانی و همسر محترمشون ارادتمندم، مینو کارندیش دانشجوی هستن از آمریکا که من جای مادرشون هستم و دستورای من رو مو به مو انجام میدن و دوستشون دارم و انشالله که بتونم در حقشون مادری تموم کنم. از هلند خانم مارشیا و خانم سارا، خانم معصومه معتمدی عزیز از خرم آباد، خانم اکرم میرزایی، خانم مهناز خرادمهر، سوسن عزیز از خوی، خانم ثریا دیمکار عزیز که فوق العاده از همینجا دستشون رو میبوسم و ازشون تشکر میکنم، چون تو تمام کانال های خانواده ما ایشون سهم به سزایی دارن برای اینکه به ما انرژی مضاعف بدن. خانم مهری شفقت هم که دیگه نگم براتون به خاطر متن زیباشون. از انگلستان افسانه عزیز و بتی عزیز، خانم مریم کنانی عزیز از آمریکا هستن، الهام امیری عزیز از بیروت سلام میکنم خدمت خانم معلم گرامیمون که صحبت‌های ایشون خیلی به دل من میشینن و حتی از من دعوت کردن که برم خدمتشون و لبنان و سوریه و اردن و اینا رو همه رو بهم نشون بدن. انشالله که این اتفاق بیفته و همینطور که دوستان از هر جایی که هستن دلم میخواد که ایران که اومدن من همه تون رو زیارتتون کنم. ارینای عزیز از سنندج و خانم مهناز که توی کانال به نام دنیز کبیری هستن از شهریار، اسم دخترشون روی کاناله. اینها رو من خوندم به جهت اینکه هم اجازه خوندنش رو داشتم و همین که ازشون خواهش کرده بودم شهرها و کشورهاشون رو بگن که من خواستم تشکر کنم داشته باشم. خیلی از عزیزان هم هستن که میگن خاله اسم ما رو نگفتی، ما رو فراموش کردی یا یادی از ما نکردیم، به خاطر اینکه من روی کانالا حتی اسماشون رو ندارم. بعد مثل مهناز از سیدنی، مینا از اتریش، اینا که دیگه امضاشونه آخر هر نوع از آخر هر کامنتشون برام اسمشون رو میذارن، چون میدونن دیگه خاله به سنیه که دو آستانه آلزایمره. دوستان بابت کامنت های زیباتون واقعا ممنونم، بابت نوشته هایی که برام میفرستین، شعرها و متن‌های زیبایی که برام میفرستین که اصلا از حوصله برنامه شاید خارج باشه که بخوام همشون رو بگم، ولی بدونید که من فوق العاده لذت میبرم. فقط یه نکته میمونه که اونم عزیزانی هستن که نمیدونم علتش چیه، ولی اینقدر میدونم که با کامنت های منفی که میدن هم خودشون رو اذیت میکنن و هم باعث به اصطلاح انتقال انرژی منفی به دیگران میشن،
که من متاسفانه وقتی اینها رو میخونم آزرده خاطر میشم، نه به خاطر حرفایی که به خودم زدن، به خاطر فکر منفی که دارن و خودشون رو انقدر آزار میدن. چون واقعا وقتی آدم میخواد کسی رو اذیت کنه یا حرف بدی بزنه، اول خودش اذیت میشه. پس بنابراین من خیلی وقتا مجبور میشم، چون خیلی پیام زشت و به اصطلاح زننده است، به خاطر اینکه دوستان زیادی داریم، همونطور که خودتون میدونید، تک تک الان اسم بردم تا اونجا که امکانش بود، اصلا نمیخواستم خاطرتون مکدر بشه و مجبور میشم که گزارش تخلف بدم به یوتیوب و خودشون این پیام رو پاک میکنن، فقط به خاطر اینکه شما ناراحت نشه. وگرنه من اصلا این قضیه ناراحتم نمیکنه، فقط تاسفم به خاطر اینه که واقعا فکر خودشون رو مسموم میکنن. و در این راستا توی کلیپ چند تایی شدیم؟ آید دادی؟ ده هزار تایی یادم رفت. تو کلیپ 10,000 تاییمون خانم مریم محمود اسم کانالشون هست، ولی نمیدونم از کجا هستن، ولی وقتی که من داشتم کامنت ها رو میخوندم، انقدر که ایشون روی این فکر میکنم کامنت ها رو قبل از که پاک بشه دیده بودن و متن رو برای من نوشته بودن که خیلی دوست داشتم که از پشت دوربین برای همه بخونم و بدونید که حرف دل منم همینه. خانم مریم عزیز، ممنون بابت کامنتتون. ایشون حالا اون قسمتی که از فاطمه جون و سمانه جون تشکر کردن و تبریک گفتن رو میذاریم کنار، و قسمتی که ایشون میفرماین که صادقانه بگویم یکی از آرزوهای قلبیم اینه که انسانها در کنار هم بدون صدمه زدن، بدون نیش زدن، بدون دل هم را به درد آوردن، با شادی و قوت قلب دادن به هم زمان بگذرانند. شاد و آرام بودن و احساس اینکه یکی اونجا هست که اگر در مسیر زندگی کمی حالم بد شد بتوانم رویش حساب کنم و در کنار من بودنش به پاهایم نیروی راه رفتن بدهد و دوباره مرا به حرکت وادارد، بهترین، نابترین و شیرین‌ترین احساس زندگی است. بیاییم بدون قضاوت همدیگر، بدون زیاد حرف زدن و بیش از حد نظر دادن، فقط با نگاه مهربان و پر از عطوفت و دستانی که اگر کاری ضروری برای انجام دادن وجود داشت، بودنمان را به عزیزان، دوستان، هم نوعان و جهانمان نشان دهیم. خداوند رحمان دستگیر و پناه همه شما باشد و جمعتان هر روز مجموع‌تر. آمین. دیگه حرفی نمیمونه که من بخوام بزنم با پیامی که ایشون دادن. با اجازت. خب دوستان، غذای ما حاضر شد. من بی صبرانه منتظرم که اینو بچشم و به شما بگم چجوریه. این نونای خوشگل رو هم که بینی آقای حدادی امروز رفتن گرفتن، نونای بربری کوچولوه که یه مقدار هم داخل شیر ریختن و خیلی لطیف شده، فوق‌العاده لطیفه. من اولین باره که از نونواییمون یه همچین نونی گرفتیم و دوست دارم که حتما با این غذا تستش بکنم. وای، من عاشق اینم که اینطوری لقمه رو بزنم تو این زردهای تخم مرغ. خب این گفتم، همونطور که بهتون گفتم، بهترین چاشنی براش یا آب لیموه یا آب نارنج. وای چه شود، جای همه تون خالی، شما میشله درست کنید و نوشه جان کنید و جای من خالی کنید. آره ببینیم که چجوری شده. بعد کنارش هم که میدونید ماست خیلی میچسبه با اسفناج که حالت بورانی میشه. وای نگم براتون چقدر خوشمزه شده، مخصوصا که با ماست کنارش بخوریم. حتی معمولا من ماستش رو مسیر تو فریزر دارم استفاده میکنم، منطقه امروز نزدم چون عجله داشتم. خب دوستان،
تا برنامه دیگه که در خدمتتون باشم خیلی خوشحال میشم که کامنتاتون رو بخونم، لایکاتون رو ببینم. لطفاً زنگوله و سابسکرایبم فراموشتون نشه. خیلی دوستتون دارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.